در سایه قرآن کریم، سوره آل عمران. سوره آل عمران یکی از سوره های مدنی قرآن کریم است که دارای 200 آیه می باشد. سوره های بقره و آل عمران را زهراوین، یعنی دو سوره نورانی و هدایت بخش می نامند. عمران پدر مریم علیه السلام است و مریم مادر عیسی علیه السلام می باشد. آل عمران بر مؤمنان قبیله عمران و خیشاوندان مؤمن وی اطلاق می گردد و این سوره به خاطر آنان آل عمران نامیده شده است. در این سوره به سه موضوع و محور اساسی عریض و گسترده پرداخته شده که در قسمت‌های مختلف سوره به صورت پراکنده پیرامون این سه محور سخن گفته شده است. نخستین محور مهم مورد بحث در سوره آل عمران بیان معنا و مفهوم دین می باشد. در این سوره بیان شده است که به هر اعتقادی در مورد الله متعال دین گفته نمی شود، بلکه از میان تمام اعتقادات تنها بر یک نوع اعتقاد به الله متعال دین اطلاق می گردد و آن اعتقادی است که توحید مطلق درخشان و قاطع بدون هیچ گونه شک و شبهه‌ای بر آن حکم فرما باشد، همان توحیدی که الله متعال توسط پیامبران برای بشریت بیان نموده است. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراهيم نه یهودی بود و نه مسیحی، بلکه موحد، یکتاپرست و مسلمان بود و بدانید که او از زمره مشرکان نبود. آری، تنها دینی که الله متعال از بندگانش میپذیرد اسلام است. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. و هر کس که غیر از دین اسلام دین و آیین دیگری برگزیند از او پذیرفته نمی شود و او در آخرت از زمره زیانکاران خواهد بود. دومین محور گسترده‌ای که سیاق و اسلوب سوره آل عمران بر آن تاکید دارد، به تصویر کشیدن رویکرد مسلمانان در قبال پروردگارشان و تسلیم شدن آنان در برابر وی میباشد، به گونه‌ای که دستورات وی را به طور مطلق پذیرفته و با دقت تمام از او اطاعت و پیروی می‌کنند. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. کسانی که پس از آن همه زخم هایی که خوردند و جراحت هایی که برداشتند فرمان الله متعال و پیامبر را اجابت کردند و به تعقیب مشرکان پرداختند، برای کسانی از آنان که این کار نیک را انجام دادند و راه تقوا را در پیش گرفتند اجر و پاداش بس بزرگی وجود دارد. سومین محور مهم و وسیعی که سیاق و اسلوب این سوره به آن می‌پردازد، بیان این نکته است که جهان هستی با نظام بدی و شگفت‌انگیزش یک کتاب باز است و مردم را به تفکر و اندیشیدن در شگفتی آفرینش فرا می‌خواند و این گونه آنان را به سوی دلایل ربوبیت الله متعال سوق می دهد و این تفکر را ایجاد می کند که در ماورای زندگی دنیا یک زندگی دیگر و محاسبه و پاداش و مجازات نیز وجود دارد. بیان این محور با این آیه آغاز می گردد. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. همانا در آفرینش آسمان ها و زمین و آمده شد شب و روز نشانه ها و دلایل آشکار برای خردمندان است و با این سخن الله متعال پایان می یابد که ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. پروردگارا گناهان من را بیامرز و بدیهای من را بپوشان و ما را با نیکان و در مسیر آنان بمیران. در مورد فضایل سوره آل عمران می توان به این حدیث نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره نمود. ابو امامه باهلی رضی الله عنه می گوید
شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قرآن بخوانید، زیرا قرآن روز قیامت برای صاحبانش شفاعت می کند. دو سوره نورانی و هدایت بخش بقره و آل عمران را بخوانید، زیرا آن دو در روز قیامت به شکل دو ابر یا دو سایبان یا دو گروه پرنده که بال گشوده اند می آیند و از صاحبانشان دفاع می کنند.